نام او که هستی نام یافت فلک جنبش زمین نارا مزو یافت با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درود و سلام و صلوات به محضر پیامبر و شان اسلام و اهل بیت پاک ایشان برنامه را شروع میکنیم و خدمت شما بینندگان گرامی فارسی زبانان محترم و تندارای عزیز هر جایی که هستین سلام و احترام های خدا تقدیم میکنم امیدوارم که هر جا هستین جانتان جور تندان سالم و دلتان خرم و قلبتان به نور ایمان و معرفت روشن باشه بسیار خرسند و مفتخر هستیم که با برنامه دیگه از برنامه های به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری خدمت شما هستیم امشب در خدمت کارشناس گرانقدر قرآن پژوه گرامی نویسنده عزیز جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاشمی اروزگانی هستیم سلام علیکم جناب استاد بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودت سلام علیکم و رحمت الله سلامت ما باشید درود بر شما خب یکی از موضوعات جامعه ای ما بحث علم و تحصیل سواد و کسب معرفت هست که امروزه متاسفانه از مسائل روز شده در چی در جنبه این که بخشی از جامعه ای ما از تحصیل علم صورت رسمی و جدی باز مانده و محروم شده یک سال یک سال و اندی هست که در مکاتب برای اونها بسته شده و چی از این نظر که هر از گاه مراکز علمی ما مراکز آموزشی ما هدف حمله کینه توزانه دشمنان دشمنان دین و ملت ما قرار میگیره و برای نمونه همین جمعه گذشته یکی از این مراکز در غرب کابل هدف حمله انتحاری و تروریستی قرار گرفت و چه جانهای عزیزی را که از دست دادیم و چه خانواده که به سوگ عزیزایشان نشستن و داغدار زخم های عزیزانشان هستند و این زخم التیام نیافته که زخم دیگر بر پیکر جامعه ما وارد میشه خب امشب ما با موضوع جایگاه علم در قرآن کریم خدمت کارشناس محترم هستیم جناب استاد گران قدر همون قسمی که من خدمت بینندگان اشاره کردم قرآن کریم برای علم و علم چه اهمیت و جایگاه قائله؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا، أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. و الله على اعادیهم الى یوم الدین سلامت سلام و سلامت و لطف و رحمت الهی بر شما بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض می کنم محضر شما و تسلیت ویژه دارم برای خانواده های داغدار حادثه اخیر حجمه به مرکز علم و آموزش و دانستن و طلب عافیت داریم به صورت عاجل خداوند مجروحان این حادثه را شفا بدهد و دلهای مجروح عزاداران این حادثه را و ملت عزیز افغانستان را نیز به لطف و کرم خیش التیام ببخشد انشاءالله انشاءالله بله موضوعی رو که مطرح فرمودن کارشناسی گرامی مجری گرامی برنامه درباره اهمیت علم در قرآن کریم بله. اگر شما مطلبی دارید بفرمایید وگرنه من مقدمه ای را برای بحث عرض بکنم برای بحث علم آموزی خواهش میکنم نه مشتاق هستیم که بحث را شما جناب عالی شما بفرمایید در باب علم و علم آموزی در قرآن کریم و در اندیشه و تفکر اسلامی عناوین بسیاری مورد بحث و گفتگوست و, و شما بینندگان عزیز که حتما در جمع شما اهل مطالعه وجود دارد شما اگر مراجعه کنید ابوابی که در دستبندی روایات دینی وجود دارد و یا تفاسیر موضوعی را و تفسیر قرآن را بنگرید خواهید دید که یکی از موضوعاتی که بسیار زیر مجموعه های متعددی درباره اون تعریف شده است یا به بیان دیگر از, از موضوعات فربه هست که نیاز به کاوش دارد جنبه های مختلف و از زوایای گوناگون بدون پرداخته شده است بله. بحث علم است و مثل چیستی علم مثل انواع علم مثل اهمیت علم مثل فضل عالمان مثل اهمیت متعلم مثل اهمیت تعلیم دهی و آموختن دیگران اون قدر ابواب زیاد هست و غنی است در این زمینه آیات و روایات که در کمتر موضوعی بدین دین پیمانه پرداخته شده است ما برای اون که اهمیت علم رو که یکی از این عناوین و یکی از این محورهای بسیار بسیار مهم هست پیش از اون که به این موضوع بپردازیم لازم است که یک نگاه اجمالی و مختصری درباره نوع نگاه دین و قرآن نسبت به علم داشته باشیم بینندگان عزیز ما اگر اهل مطالعه باشند میدانند که یکی از پرسش های نابجا متاسفانه که از دنیای غرب وارد دنیای اسلام شد این سوال و پرسش بوده است که چه رابطه است بین دین و علم آیا بین علم و دین رابطه تضاد نیست که هم دیگر را نفی کنند تا جایی رسیدن که قائلین به تضاد که گفتن هر جا علم آمد دین عقب نشینی می کند و حرف برای گفتن ندارد و هر جا دین بیاید علم اونجا چراغش خاموش میشه خاموش می شود زیرا که دین از مقوله تعبد و تقلید و پذیرش بدون چون و چراست ولی ماهیت علم با چون و چرا و پرسش همراه, است و عجین شده است لذا بین این دوتا یک نوع تزاد را ترسیم کردن بله. بیون که در پی آن باشیم که ریشه های اجتماعی فرهنگی و سیاسی این نوع پرسش ها را مطرح بکنیم ما یک راست و مستقیما رویم به سراغ متون دینی متون دینی که ترین و معتبرترین اون خود قرآن کریم است از خود قرآن کریم می پرسیم که نوع نگاه شما و نگرش شما نسبت به علم چیست شما با علم دوستید دشمن هستید تعارض دارید همنشینی دارید یا اینکه شما علم را در صدر ارزش ها می نشانید چطور هست به دلیل باید. است که ما لازم است که ابتدا نظری به اهمیت علم از منظر قرآن کریم داشته باشیم به مناسبت می رویم سراغ نخستین لحظه های نزول وحی بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اولین بار چون اگر یک گوینده رو شما در نظر بگیرید، یک نامه رو در نظر بگیرید، یک رساله رو در نظر بگیرید در عرف انسانی صدرنشینی نشان اهمیت است چی در کلام باشد، چی در چینش اشیا باشد و چی در نشستن حتی اماکن و مجالس باشد مثلا شما در صف جماعت میبینید که امام در صف اول هست و بعد معمومینی که متعبدتر و تدیون بیشتر دارن و همینطوری تا آخر وانگهی که ما به اسلام و آغازین لحظه های پیوند آسمان و زمین و نزول وحی بر آخرین فرستاده الهی مینگریم به صورت آشکار میبینیم که قرآن کریم و اسلام و دین اسلام و وحی اسلامی از علم سخن گفته است اجازه دهید که این مطلب را از خود قرآن کریم با هم مرور بکنیم بله. بیشتری قریب به اتفاق قرآن پژوهان و تاریخنگاران علوم قرآنی و تاریخ نگاران تاریخ قرآن بله. بر این باور هستند که پنج آیه ای اولی سوره مبارکه علق اولین آیاتی است که بر پیامبر و رسول خداوند نازل شد درست خب این آیات یعنی در واقع با نزول این آیات پیامبر پیامبری مبعوث شد پیامبر شد, شد. شد یعنی در واقع رسالتی پیامبر به عنوان رسول و فرستاده الهی درست با این آیات آغاز شده است و به تعبیر دیگر دین به این آیات استارت خورده است و این آیات اون شعار و سرلوحه اولیه و مهمی و اون تابلوی درشت دین رو تشکیل میدهد درست زیرا که بر در سر دری ورودی دین در شاه بیت شاه بیت آموزه های, دین های دینی آموزه های دینی رو و... میشه گفت که محتوای این آیات است که بار اول بار. بله. بله. از ایموشن آغاز شد اجازه بدهید این اشتیاق ما باشه یک میان برنامه ببینیم و باز برمیگردیم از زبان شما گفتگوی ما را معطر میکنیم با آیاتی از قرآن بله لطف دارین تا اون زمان بینندگان بله. عزیزم قرآن هاشون رو باز میکنن و خیلی انشاءالله که با همراه هم سوره علق رو فرمودن. سوره مبارکه خب علق خب یک میان برنامه آماده پخش از همراهان گرامی میریم این برنامه رو میبینیم و باز در خدمت شما و کارشناس محترم هستیم بسم الله الرحمن الرحیم بار خدایا من آغاز می کنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و ثواب را می جویم و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه اقاب و انتقام و تو بزرگترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم پس ای خدای شنوان سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت در گذر که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای و هم مغمها را زائل ساخته ای و لغزش ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر بر خلق نموده ای ها و زنجیر های بلا را در هم گسسته ای سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفته و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بینیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیه اش بر تمام نعمتهای بیشمارش ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خسمی کشمکش نتواند ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش به لطفش پدیدار است و دست عنایتش به جود و بخشش بر گشاده و باز است سلام مجدد خدمت شما همراهان گرامی مخصوصا او دست از بینندگانی که تازه به جمع ما پیوستند شما بیننده برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستین مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی ما با شما خوبان هست پس یادتان نره هر نوع سوالی، مطلبی، نقدی نظری داشتید درباره موضوع این برنامه و دیگه برنامه هایی که از این شبکه شما میبینین با ما در میان بگذارید خب جناب استاد قبل از کلیپ پخش و بیان برنامه فرمودن که میخواستن آیات آغازین وحی را برای ما و شما معنا کنند و نکاتی را از دل او برای ما و شما بیان بفرماید در واقع فرمودن شاه بیت آموزه های دین رو ما میتونیم در محتوا و پیام های ای آیات ببینیم خب جناب استاد مشتاقانه منتظر بله. استم. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد محضر شما یادآور شد که نوع نگاه دین نسبت به علم و علم را ما بایستی از خود دین بپرسیم نه از دیگران یعنی نوع نگاه دین رو وقتی خود دین حرف دارد ما نباید نیابتی از جانب دین حرف بزنیم و در آموزه های دینی چنان که در عرف انسانی هم این موضوع دیده می شود حرف اولین و آخرین معمولا مهمترین حرف ها هستند بله. قرآن کریم به اتفاق 99 درصد قرآن پجروهان پنج آیه اول سوره علق در غار هرا بر پیامبر نازل شده است که درود و سلام خداوند بر او و خاندان تاهیری نشباد این آیات رو با هم مرور بکنیم پنج آیه اولی سوره مبارکه علق را که سوره 96 قرآن کریم است از نظر ترتیب اما از نظر ترتیبی مصحف کنونی بله. ولی از نظر ترتیب نزول پنج آیه اول از نخستین آیاتی است که و کلماتی است که پیامبر با آنها آشنا شد و بر امت اسلامی و بر در حقیقت بر بشریت نازل شده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق اولین کلمه کلمه اقرع هست بخوان بخوان به نام پروردگارت اون پروردگاری که آفرید باریسترین صفت رو در اینجا برای خداوند ربوبیت میداند بخوان به نام اون پروردگاری که تو را تربیت کرد توی پیغمبر رو تربیت کرد اقرا بسم ربک و این خدا همون خدایی است که جهان را آفرید الذی خلق خلقتی یک مورد رو بیان نمی کند اون که عالم را آفرید خلق الانسان من علق اون خالق و اون ربی که انسان را آفرید نام میبرد انسان را از میان همه مخلوقات و مفسران استفاده کردن که ذکر خاص بعد از عام نشانی اهمیت خاص است خداوند آفرید همه مخلوقات را و از این میان انسان را آفرید ذکر انسان از میان همه مخلوقات بیانگری اهمیت این مخلوق است که خداوند میخواهد اهمیت انسان را نشان بدهد و گوش زد بکند خلق الانسان من علق این انسانی که گل سرسبد عالم هست از یک مبدعی بسیار از نظر ارزش بی ارزش و فاقد اهمیت تا بخواهد نشان بدهد که من چقدر توانایی دارم که از یک شیء بی ارزشی چون یک خون بسته بله و چقدر قدرت دارم که از یک خون بسته انسانی به این از یک مواد پست و بی ارزش ناچیز. بله انسانی که می شود گل سرسبد عالم آفریدم خلق الانسان من علق آفرید انسان را از خون بسته یک مرحله از مراحل خلقت انسان را بیان می کند که مرحله خون بسته است بار دوم اقرا و ربک الاکرم بخوان که پروردگاری که تو را و توی پیغمبر را به عنوان رسول تربیت کرده است و بدین پیمانه از مقام و جایگاه رسانده است بله و ربک الاکرم پروردگار تو کریم ترین بزرگوارترین و دارای فضل و مکانتی والاترین در این عالم هستی است در عالم هستی کریم ترین به معنای بزرگوار به معنای و بله. دارای شن از خداوند بالاتر و تر کسی نیست اقرا و ربک الاکرم کریم در فرهنگ ما هم به معنای کسی است که بزرگوار است و به معنای کسی است که بخشنده است در اینجا هر دو معنا می تواند مورد داشته باشد بله. الذی علم بالقلم خب یا رب العالمین شما که در این آیه خود را به عنوان اکرم و کریم ترین معرفی می کنی خوب است که یک دو نمونه از این کرم ها را بشمری شما چطور اکرم هستید و کریم ترین هستید بلی. می فرماید الذی علم بالقلم نشان و نماد کرامت و کریم ترین بودن خداوند آن است که او آموزگار است او معلم است الذی علم بالقلم اون پروردگاری که کرمش در تعلیم قلم تبلور یافت اون کسی که به قلم آموخت نوشتن را الله اکبر که این مقام چه مقامی ای؟ قلم ابزار است یا خود قلم عرض می کنم بسیار سوال بجا بود در این الذی علم بالقلم دو تا معنا لا صورت گرفته است که هر دو معنا به یک نتیجه منتهی می شود بله الذی علم بالقلم ممکن است معنا اینطوری باشد که اون خداوندی که به قلم آموخت یعنی قلم را نوشتن آموخت منظور از قلم هر چی که می نویسد هر چی که دانشی را منتقل می کند باید. از این انسان به دانش به انسان دیگر یا به بیان دیگر انتقال دهنده علم ثبت کننده ای علم بله ممکن است که در اینجا مفعول خود قلم باشد مفعولی به واسطه خدایی که به قلم آموخت خدا فاعل و قلم معرف قلم دانش آموز و یادگیرنده و متعلم در مکتب خدا و خداوند هم معلم ممکن است معنای این گونه باشد الذی علم الانسان بالقلم درست که در این صورت اون متعلم می شود خود انسان, انسان. خداوند به انسان آموخت به وسیله قلم که منظورش علم اکتسابی است چون انسان ها یک سلسله علمی الهامی دارند درست و یک سلسله علمی اکتسابی اون انسانی را که خداوند آموخت ولی به وسیله قلم آموخت که در این صورت اگر معنا این گونه باشد هم میخواهد به انسان نشان بدهد که انسان آموزگار است معلم او خداوند است و قلم است دوست. و از طرف دیگر انسان باید بیاموزد به وسیله قلم اهمیتی هر ای که دانش را منتقل می کند که شامل تمام ابزارهای امروزی هم می شود مثل کانال های مجازی مثل تلویزیون ها مثل رادیو ها هر اونچه که میتواند علم را انتقال. به بشر منتقل کند اللذی علم الانسان بالقلم می توانست قلم رو نگوید بگوید الذی علمه الانسان بلی. چرا قلم را بیان میکند به خاطر اینکه حتی ابزار و ادوات و اسباب و امکانات دانش آموزی را خداوند مقدس میداند مثل اون که شما در موارد دیگر هم دارید اجازه بدهید که همین این نکته را اشاره بکنم شما اگر کسی را دوست داشته باشید حتی لباس او را هم دوست دارید بله، اگر کسی دوست داشته باشید کسی را دوست داشته باشید نام او را هم دوست دارید بله ولی در میان خانواده ها مرسوم است که اگر پدرشان و مادرشان یا کسی از خانواده را دوست داشته باشد فرزندان خودشان را به نام او بله. نام میگذارند و یا در روانشناسی یک تستی است میگوید شما با یک کس یک ساعت صحبت کن و حرف بزن ببین بیشترین کلامی که بر زبان او جاری می شود کدام واژه است تا از این طریق اولا شما بفهمید سطح فرهنگ اون رو واسان بفهمید که بیشتر با چی چیزی معنوس است چی چیزی را بیشتر دوست دارد دوست. و باز هم در روانشناسی ثابت شده است که انسان اشیایی را که نسبت به او محبت دارد زودتر میشنود ولی چیزی را که نسبت به او شما حبی ندارید و بلکه بغض دارید عجیب است که قوه سامعه هم در برابر او یک نوع تنبلی نشان میدهد یعنی دوست ندارد بشنود بعضی اوقات با و شوخی و به طرز میگوییم شما مثل که نشونیدید این حقیقتا این است که دستگاه وجود انسان حتی به گونه تعبیه شده است که اون اموری را که دوست ندارد نمیشنود به سختی میشنود به سختی آه. ولی اون چرا که دوست دارد اون واژه ها و کلمات را بسیار سریع میشنود درست. به همین دلیل است که ببخشید این نتیجه رو بگیریم به همین دلیل خداوند در اینجا وقتی که میخواهد خو... بفرماید علم الانسان بالقلم میخواهد وسیله یعنی من که انسان رو دوست دارم وسیله آموزش رو هم دوست دارم انسانی را که علم آموز است وسیله علم آموزی را هم دوست دارم, دوست دارم. که قلم باشد و اسباب شما چیزی رو میفرمیدید من میخواستم بگم که یک وقفه باید بگیریم و یک کلیپ آماده نشر هست بعد از بله. وقفه انشالله باز برمیگردیم با تمام جان صحبت های شما را که در واقع کلام تفسیری کلامی, تفسیر کلامی. وحی هست و چی سخنی گواراتر از سخن خداوند و سخن قرآن همراهان گرامی با حوصله مندی از اینکه ما را همراهی میکنیم بسیار سپاسگزار هستیم شما را دعوت میکنم به تماشای یک میان برنامه قلبم گواهی می‌دهد که به یقین تو می‌آیی تو می‌آیی و آینه های زنگار گرفته جهالت و سکوت را دوباره جلا خواهی داد می‌آیی و قلب های سیاه شده از تنهایی را دوباره با حضور روشنی بخش خود نورانی خواهی کرد. دلم را خیشابند تمام پنجره های جهان می‌کنید. تو می‌آهی و چشمان جهان را به آبشاران زلال معنویت پیوند می‌زنی. و فریادهای فرو خفته ستم دیدگان جهان را معنا می‌بخشید گوش جهان را که از فریادهای گوش خراش شیاطین کفر و الهات کر شده است با زمزمه رو بخش محبتت نوازش می‌کنید می‌آیی و من خود می‌دانم که روزی از همین دریچه بس. که سالهاست بسته مانده است جوانه ای خواهد روید جوانه ای که از خیال همیشه منتظر من به سمت آسمانهای آبی حضور تو سر بر خواهد آورد تو آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفت و رودهای احساس از دستان پرمهر نسیم بر منتظران واقعیت جاری می شوند. ای تجلی مهر خداوند در زمین شورزار خشک دلهای خسته من در انتظار نوازش نرم نگاه پر مهر توست سوار سبز پوش آرزوهای ما روایتگر فتح و پیروزی مسلمانان وارث پدر وارث بعد ذوالفقار حیدر در دستان توست و نرمی کلام مصطفی از زبان تو جاری می شود یا حجت الله علی خلقه بیا که بی تو قنوت شاخه ها اجابتی جز غروب تلخ خزان ندارد بی تو کدام دست مهر سرشک قم از دیدگان یتیمان بر می رودخانه ها عطش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی دریای ظهور تو شتابانند قامتی به استواری کوه دلی به بیکرانگی دریا و صمیمیتی به گرمی خورشید میخواهد تا بشود تو را خواند و کاروان دلها را به منزلگاه امید کشاند که ظهور تو اجابت دعای ماست یا صاحب از زمان سلام مجدد خدمت مخاطبان گرامی شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری در خدمت کارشناس محترم هستیم جناب استاد هاشمی اروزگانی برای ادامه بحث بس, بس دعوت میکنم که بیننده باشید بله جناب استاد آیات آغازین سوره علق را داشتید دربارش نکات رو بیان میفرمودید و این نکات و این مطالب نا تمام ماند بله رسیدیم به این سلام علیکم رسیدیم به آیه چهارم که خداوند می کرم ما که کریم ترین هستیم بله بارسترین نمود آن آن است که ما به قلم آموختیم قلم را نوشتن آموختیم یا وسیله انتقال علم را در اختیار بشر قرار دادیم یا به بیان دیگر ما انسان را آموختیم و به وسیله نوشته افزار که این آن و مستاق کامل آن قلم. قلم است در همه اصور و در همه زمانها خب آیه بعدی میفرماید که الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ما انسان را چیزی آموختیم که نمیدانست خب این که انسان را چیزی نمیدانست که انسانی را که نمیدانست نمیدانست ما آموختیم ممکن است ناظر به این مطلب باشد که انسان در هنگام تولد هیچ چیزی را نمیدانست و به وسیله امکاناتی که در اختیار بشر قرار داد خداوند چه امکانات تجربی و چه امکانات وحیانی خداوند بشر را عالم و آگاه ساخت به نیازهای او و به اون چی که او را به سعادت و کمال میرساند ممکن است علم الانسان ما لم یعلم ناظر به این باشد که ما اون چرا که از طریق و از ره گذر عادی در اختیار انسان قرار نمی گرفت و انسان او را از مطالعات زمینی و بریده از وحی نمی توانست دست پیدا بکند ما به وسیله وحی افقهای جدیدی را بر روی او گشودیم و ممکن است هم هر دو مراد باشد درست. و یک نکته را هم عرض بکنم در محضر بینندگان عزیز معمولا آیات قرآنی دارای یک جرفا و غنایی هست که اگر ما گاه میگوییم ممکن است این معنا مراد باشد ممکن است اون معنا مراد باشد این نباید نتیجه گیری شود که یکی از این معانی اگر مراد بود معنای دیگری مراد نیست نه میتواند همزمان تمام این معانی مراد و مقصود خداوند باشد در اون کلام خوب. در واقع در اسلام میگه بتون قرآن هست بله بتون قرآن ممکنه یک بله. تا چندین بطن داشته باشه یا معانی نهفته بله. یک معنی ظاهری داره و یک سری معنی مع... یا معانی نهفته نهفته دارد داشته بله. باشه که در یک کلام مثل لایه این برگ رو شما اگر در نظر بگیرید شما الان این رو یکی میبینید ولی بله. وقتی باز میکنیم میبینیم هر صفحه رو که باز بکنیم یک چیزی نوشته است قرآن کریم همه کلماتش همین گونه است و معارفی که در آن نهفته است خب اگر ما به این آیات پنجگانه بنیگریم بله پنج بار در پنج آیه صحبت از علم است پنج بار و عجیب آن است که دو بار که به صورت دستوری و امری هم آمده است کلمه اقرا هستند بخوان دستوری خواندن دستور به ای انسان چون مخاطب انسان است گرچه مخاطب اول پیامبر است ولی پیامبری که معلم انسان است یعنی این پیامبر رو شما بینندگان عزیز به یک نکته توجه داشته باشیم تمام خصوصیات و صفات رو که خداوند در قرآن کریم برای رسول و فرستاده خیش بیان میکند بدین به جهت است که او پیامبر خدا به انسان است اگر نبود انسان ها، این پیامبر اصلا معنا مفهومی نداشت یعنی رسالت انسان رسالت پیامبر رسالت پیامبر در واقع رسالت انسان است او. انسانی که باید در دانشکده خداوند تربیت شود و تمام شئون پیامبر به خاطر این است که این انسان را به برد بالا لولا الانسان و لولا جامعه انسانی پیامبری معنا نداشت و پیامبر وجود نمی داشت با. پس خود پیامبر صلی الله علیه و آله سلم پیامبری خیش را مرهون وجود انسان است مرهون وجود جامعه بشری است اقرأ باسم ربک الذی خلق بخوان اون خدایی که تو را تربیت کرد به دین مرحله رسان تربیت الهی میطلبد که تو خود نخستین خواننده باشی نخستین خاننده باشی به با عنوانی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه به دین سرحد رسیدی اولین کاری که توی پیغمبر به عنوان یک پیغمبری که اسوه و الگو و پیشوا و امام و مقتدای جامعه اسلامی هستی این است که بخانی بخان درست اقرا یعنی میشه فهم جناب استاد وقتی که اولین کلامی که خدا با پیامبر خود میخواید در قالب وحی صحبت کنه میگه اقرا بخان ما میتونیم ازید برداشت کنیم که این خواندن یک فضیلت است و کسی که توانایی نداره از یک از فضیلت محروم هست یعنی به صورت کلی به صورت عام برای همه انسان ها از ای استفاده میشه نه تنها استفاده می شود بلکه باید اینطور من در تتمه و دنباله فرمای شما عرض بکنم که این پیامبر تمام شرافت ها رو دارد ولی شرافتی خوندن رو هم باید باید داشته باشد این پیغمبر اگر شرافت خوندن بر سایر درست. مقامات و شرافت او افزوده نشود گویا که کاستی دارد یعنی پیامبر باید بخواند میتوانست تعبیر اقرع نباشد تعبیرش خوز خوز الکتابه گرفتن باشد. آره بگیر حرف حرفایی که من به تو میگویم خوز یا اینکه بگوید تعمل کن یعنی قف یا اسبر یا کن معیه با من باش خب یک سوال دیگه که اینجا مطرح است با توجه به آنچه که مشهور است پیامبر امی که گفتن پیامبر امی یعنی قدرت خواندن و نوشتن نداشته اینجا وقتی که خداوند می با پیامبر شروع به صحبت میکنه میگه بخان آیا پیامبر اگر تعبیر امی به معنای قدرت, نداشتنی بر قدرت, قدرت نداشتن نداشتنی بر خاند... قدرت خواندن نوشتن نداشتن درست باشه پیامبر با این آغازی وحی ای قدرت پیدا میکنه یا باز به قسم میمانه این قدرت رو دقیقا پیدا میکند به خاطری که نه تنها پس از آن قرآن خان میشود و من اللیل فتات جد بهی نافلت لک و رتل القران ترتیلا قرآن را بخوان اما این قرآن حفظی یا قرآن از رو همین هم از روی خط میتونسته بخونه یا یکی اون که وحی می شده خب پیامبری در وجودش بوده و حفظ می‌کرده، در ذهنش بوده این که شکی نیست بله ولی توانایی از مثلا وقتی که مسلمانی با سواد قرآن رو تبدیل به مکتوب میکرد و بله. خط میکرد پیامبر توانایی خواندن خط داشته بله دو نکته در اینجا قابل تحمل هست یکی اولا نسبت به مدعای ما که بخوان این که خداوند در صدد آن است که ارزش خوندن را تذکر بدهد و پیامبرش را پیامبر خوندن معرفی بکند بله این که استفاده می شود در هر صورت درست نکته دوم این که بیشتری تاریخ نگاران کنونی و معاصر و محققین اهل دقت بر این باور هستند که پیامبر توانی بر خوندن پیدا کرد و داشت بعد از وحی آره می که و می دانست و می توانست بخواند و نامه هایی را که نوشته میکرد مرور می کرد یعنی به کاتب وحی دستور میداد که بنویسد و قرآن را هم که می اون مواردی را که کتاب وحی نوشته کرده بود ایشون ملاحظه می کرده است پس توان بر خوندن و نوشتن داشته پیدا قدر متیقن بعد از وحی داشته است قدر متیقن تقریبا دق... این... یک کمتر از دو دقیقه فرصت هست وقت های لحظه پایانی برنامه هست اگر این بحث را شما مدیریت کنید و جمع بفرمایید البته گفتگو گفتگوی ما و شما در این موضوع انشاءالله هفته های آینده ادامه داره و ما در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود ولی این شب رو میگم که وقتی ما بله، تمام شده بله. و شما خب ما اگر به آیات آغازین وحی بنگریم و تأکیدات مکرری را که بر علم و علماموزی و, و بر توان بر خوندن و نوشتن در این آیات کریمه صورت گرفته است بله؟ و پیامبر را پیامبری خوندن ما می توانیم به دین تعبیر یاد بکنیم که پیامبر خاتم و آخرین پیامبر خواندن و نوشتن است خواندن و نوشتن هر دو خواندن رو از هر دو اقرا استفاده می کنیم نوشتن رو از کجا م... استفاده می کنیم الذی علمه بالقلم و همین گونه در این آیات شریفه خداوند به خاطر اون که مقام آموزگاری را بخوان و بنویس و کسی که به تو میآموزد هم و به قلم میاموزد و به انسان میآموزد من خداوند هستم خداوند انسان را متعلم معرفی میکند و پیامبر را در یک مقام به عنوان متعلم خود و خود را آموزگار پیامبر فهمت. و آموزگار انسان معرفی میکند اگر شما لب به تمام این مطالب را در نظر بگیرید به دو نکته توجه شده است در این آیات شریفین نخستین بله؟ ای بشر بخوان و بنویس بخان ای بشر بخوان و, و بنویس, بنویس. و عجیب آن است که تکیه بر روی انسان است این انسان کافر باشد مسلمان باشد پیر باشد جوان باشد زن باشد مرد باشد سیاه باشد سفید باشد فقیر باشد یا غنی باشد هیچ یک را استثناء نکرده از خداوند ای انسان بخوان و بنویس هیچ زمان تو از خواندن بی نیاز نمی شوی ولو این که از نظر فضل و مقامات و مکاشفه و عرفان در سرحدی که پیامبر باشه. به تو وحی شود و پیامبر باشی تو بی نیاز نیستی الله اکبر که این این نوع نگاه نسبت به این آیات انسان رو یک اوجی می بخشد و یک اطلاعی برای فکر انسان به وجود می آورد که بله؟ انسان چنان که در روایات هم هست و ما در بحث های بعدی شاید به این آیات به این روایات اشاره رو بکنیم دوست دارد که لباس دانش آموزی را هرگز از تن بیرون نکند حتی در زمان خواب و حتی در اون زمانی که پیر است و و عمری رو از دست داده است در لباس دانش آموزی بیمیرد در لباس متعلم جان بده حتی در واقع اسلام و قرآن به علم ارزش ذاتی قائل شده است و این ارزش, ارزش است که آدم هیچ وقت نباید او را از دست بده و همیشه باید به دنبال کسب اون باشه بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد فرصت گفتگوی ما و شما امشب تمام شده همراه با شما از خدمت بینندگان گرامی خداحافظی میکنیم امیدواریم که این گفتگو برای شما مفید باشه و بهرهمند شده باشید منتظر دیدگاه های شما هستیم تا هفته دیگه و قسمتی دیگری از این برنامه شما را به خداوند کریم و متعال میسپارم خدایا رو نگهدارتان باشه